فرهاد، درباره اجلاس امروز بگو و اینکه بازنگری برای چیست؟ بله پیام، موضوعاتی که امروز توی NPT 2015 باش بحث و بررسی کردن، بازنگری هر 5 سال یک مرتبه که انجام میشه. این پیمان‌نامه سال 1970 مورد تصویب تعدادی از کشورها قرار گرفت. موضوعاتی که این دفعه بهش پرداخته شده، خلأ سلاح اتمی، عدم اشاعه، تقویت پادمان‌های ایمنی و راه و روش‌های توسعه استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی و خلأ سلاح و عدم اشاعه منطقه به ویژه در منطقه خاورمیانه و راه‌های جلوگیری از خروج از NPT. و فرهاد، سخنرانان مهم اجلاس امروز چه کسانی بودند و تا به حال چه گفتند؟ دو تا کسای شاخصی که برای مخاطبین ما تو ایران مهم هستن، یکی آقای یوکیو آمانا هستش، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای. ایشون توی سخنرانیشون در رابطه با همکاری‌های ایران و اینی که استقبال کردش از اون دستیابی به چارچوب توافقی که در 2 آوریل به دست آمده با هم گوش می‌کنیم. Concerning safeguards implementation in the Islamic Republic of Iran، در مورد تضمین‌های لازم برای به اجرا درآوردن تفاهم‌نامه در جمهوری اسلامی ایران، آژانس به نظارتش در زمینه عدم تبدیل مواد اتمی ایران ادامه خواهد داد. با این حال، آژانس در موقعیتی نیست که اطمینان معتبری در مورد مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده در ایران بدهد. بنابراین نمی‌تواند نتیجه بگیرد که از تمامی مواد اتمی در ایران در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز استفاده می‌شود. In November 2013, the agency and Iran agreed to cooperate further. آقای آمانه بار دیگر هم خواستار شد که ایران پروتکل الحاق رو حتما اجرا کنه. از سخنان دیگر شاخص امروز هم آقای محمد جواد ظریف بودش، ولی نه به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اینجا سخنرانی نکرد، بلکه به عنوان نماینده کشورهای عدم تعهد که ایران الان ریاستش رو بر عهده داره سخنرانی کرد و ایشون خواستار این بودش که استفاده از سلاح اتمی توسط کشورهایی که دارا هستن به تحت شرایطی نباشه و اینی که اهمیت عدم اشاعه برای همه کشورها بدون استثناء اجرا بشه. ما بر اهمیت پشتیبانی جهانی از پیمان تاکید می‌کنیم و از همه کشورهایی که به این پیمان نپیوستند می‌خواهیم به عنوان کشورهای غیر تسلیحاتی هسته‌ای به آن بپیوندند و تمامی تأسیسات هسته‌ای خود را زیر نظارت همه جانبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بدهند. همه کشورهای عضو پیمان باید تمامی تلاش خود را برای جهانی کردن پیمان به کار بگیرند و از هر نوع اقدامی که تأثیری منفی بر آینده پیمان جهان شمول دارد بپرهیزند. فرهاد، قراره که آقای جان کری و ظریف هم دیدار گفتگو داشته باشند و تا پایان مهلت مذاکرات حدود 2 ماهی مونده. آخرین دیدگاه مقام های دو طرف قبل از ورود به گفتگوهای امروز چی هست؟ بله، همین گونه که گفتی پیام، آقای ظریف و کری آخرین دیداری که داشتن تو لوزان سوئیس بود تو 2 آوریل، موقعی که تونستن به اون تفاهم نامه دست پیدا کنن. الان امروز قرار جلسه داشته باشن با هم دیگه. موضع ایران، آقای صالحی هم که جزء تیم مذاکره کننده است و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای هستش، صحبتی داشته همین امروز، گفته بودش که ایران تونسته مسائل تحریم ها رو حل کنه، ولی هنوز واکنشی از طرف مقابل، از طرف آمریکا یا گروه 5 به اضافه 1 نداریم. همچنین ایشون گفته که تحت یک شرایط خاصی ایران بعد از اینکه پروتکل الحاقه رو البته با مصوبه مجلس ایران اجرا کرد، تحت برخی شرایط اجازه میده که از سایت های غیر هسته‌ای هم بازدید کنن. آقای ظریف هم یه واکنشی داشته در بعد به ورودش اینجا، گفته بودش که ایران با آمریکا، با دولت آمریکا مذاکره میکنه و ربطی به کاری نداره به اون چیزی که در کنگره آمریکا میگذره. منظورش به هم مصوبه کمیته روابط خارجی سنا بودش.